خطاب به بهائیان از استقامت سخن گفتم شاید توضیح واضحات باشه، چون کسانی هستن که اشخاصشون با استقامت آشنایی دارن، روحشون، جانشون، دلشون پیوند پذیرفته و این پیوند رو نگه داشته، تاریخشون سراسر آیات استقامته، سراسر نشانه های استقامته، یا اصلا میتونیم بگیم تاریخ امر بهایی تاریخ استقامته. بنابراین بحث نمیخواد، علل خصوص که وقتی یه امر وجدانی محسوس به ذوق باطن رو انسان در معرض بحث نظری قرار بده، از لطفش و از جمالش و به همون نسبت از تأثیرش و از رونقش میکاهد. ببینید، استقامت کار بحثی نیست، چه بسا کسانی که ممکنه بحث های بسیار عمیق و دقیق درباره مطالب نظری بکنن، درباره هر مطلبی داد سخن بدهن، در اخلاق کتاب ها بنویسن، در حکمت عملی رساله ها بپردازن، معذالک وقتی پای عمل و اقدام به میان میاد پاشون بلغزه، دلشون بلرزه، رنگشون بپره و چیزی رو که نداشته باشن استقامت باشه. بنابراین باید در اصل استقامت رو رها کرد، انانش رو به خود روح، به خود دل، به خود قلب، تا همانطور که حس میکنن و با همون حس به تپش در میآید، با همون تپش جنبشی رو در هیکل به وجود بیاره که این جنبش او رو از ضعف و رخوت و رکود و سکون باز بداره. و همین وقت که انسان از ضعف و رخوت باز داشته شد، استقامت داره. ببینید، وقتی میگیم استقامت باید در نظر بگیریم که میتونه این کلمه ذو وجهین باشه، میتونه از دو لحاظ و به دو نحوه معین تلقی بشه. از یک لحاظ به یک نحو به معنی پایداریه، به معنی مقاومته، به معنی پافشاریه، و از طرف دیگر به معنی راستروویه، به معنی راست کرداریه، راست رفتاریه، حتی راست گفتاریه. میدانید که خط مستقیم، مستقیم که صفت مشبه از استقامته، به معنی راست، خط راست، خطی که کج نمی رود. بنابراین صرف پایداری کافی نیست تا بتوانیم به اون استقامت بگوییم، بلکه پایداری در راست روی باید باشه تا بتواند اسمشو استقامت بگذره کسی. هم پایدار باشه و هم راسترو باشه، یعنی در خط مستقیم پایدار باشه و الا در خط منکسر، در خط معوج پایدار موندن رو استقامت ما نمیتونیم بگیم. بلکه همینقدر که منکسر میشود، همینقدر که میشکند،
همینقدر که معوج می شود، اعوجاج پیدا می کند، کج و کوله می شود این خط در ضمن حرکت او، نشانه این است که بر یک حال پایدار نیست. به همین جهت است که لازمه اون استقامت به معنی صحیح و به معنی اصیل و به معنی جمیل خودش راستروی هم هست، یعنی پایداری در راستروی. و در همین جاست که استقامت با بسیاری از معانی دیگر تفاوتش بارز میشه، آشکار میشه، از جمله با لجاج و عناد اشتباه نمیشه، چون بعضی از اوقات انسان لج میکنه، عناد میورزد، اصرار و ابرام میکند و اسم اون رو استقامت میگذارد. البته خوب نبود که اصرار ابرام رو با لجاج و عناد در یک ردیف بیاریم، برای که لجاج و عناد همیشه بده، ستیز خویی به فارسی همیشه بده، اما اصرار ابرام ممکنه همیشه بد نباشد، بلکه در اکثر اوقات هم خوبه. بنابراین بهتر همان است که بگیم استقامت رو با لجاج نباید اشتباه کرد. و فرق استقامت با لجاج در همین جاست، یعنی توجه به همین معنی دیگر استقامته که مناسبتش با راستروی باشه، به این معنا که انسان در خط مستقیمی که هست پایداری بکنه، از استقامت مسیر خودش که مطمئن شد، اون وقت در سلوک در اون مسیر پایدار باشه، مقاوم باشه، پافشار باشه، ابرام بکنه. حتی بعضی در کجروی مداومت میکنن، به این معنا که یه راه کج رو میگیرند و در همون راه پیش میروند بدون اینکه پیشرفتشون متوقف بشه یا پایداریشون در سلوکی در این راه ضعف پیدا بکنه، فتور پیدا بکنه، همیشه کجروند. بعضی هستن که در راستروی مداومت دارن، یعنی همیشه راست روان و در راست روی پای دارن. بعضی ها هستن که نه به این سوی و نه به این سوی، نه به اون سمت و نه به این سمت، بلکه در این میان سرگردانن، گاهی به راست و گاهی به چپ میپیچن و گاهی رو به رو میروند و گاهی بر میگردن. و این سرگشتگی که از زبونی و ناتوانی مایه میگیره، بدون اینکه با اون حیرت مندوه اهل سلوک اشتباه بشود، باعث میشه که اینا هیچ وقت به هیچ نرسن. یعنی حالتی که میتونیم بهش اعوجاج بگیم، معوج بودن، به این معنی که شما وقتی از ابتدا تا انتها مسیر رو در نظر میگیرید، هرگز این مسیر رو برای خط نمیبینید، میبینید که مدام پیچ خورده و برگشته. در واقع فقط کج نیست، بلکه کج معوجه. به اصطلاح یکی از استادان در گذشته آمرزیده ما، بعضی هستن که راست میروند، بعضی هستن که کج میروند، منتها کج رج میروند، و بعضی هستن که کج میروند و کج معوج میروند. کج رج و کج معوج، یعنی کج میرود ولی راه کج همیشه رجه، بل یک ودیفه میرود بر همون راه، بنابراین میداند که چی میکند. اما اون که کج معوج میرود، علاوه بر این که کج میرود، علاوه بر این که به جایی نمیرسد، سرگشته هم هست، بلا تکلیف هم هست، هم خودش و هم دیگران در مقابل او بلا تکلیف هست. یعنی تکلیف دیگران هم در مقابل او مشخص نیست، هیچ وقت نمیدونن که از کجا باید با او مواجه بشند،
نمیدونن که در کجا باید با او همراه بشن، نمیدونن که تا کجا میتونن با او همقدر و همگام بشن. اینه هیچ کنشون معلوم نیست برای اشخاص دیگر. چرا؟ برای اینکه او کج معوج میرود. حتی اگر کج رج میرفت، تکلیف مردم مثل تکلیف خود او مشخص بود که چه باید کرد. پس ملازم میفهمید که وقتی ما میگیم استقامت، صرف همیشه معنی پایداری از اون رو در نظر نمیگیریم و صرف همیشه در یک خط و در یک حال موندن و تغییر حال ندادن رو هم در نظر نمیگیریم، بلکه پایداری به معنی راستروی یا پایداری مقرون به راستروی رو در نظر میگیریم. بنابراین اهل استقامت رو با اهل لجاج متفاوت میدانیم. اهل لجاج کسانی هستند که ولو اثبات بشود بهشون که راهی که میروند خطاست، باز همون راه رو میروند. ولو ببینند و دریابند و بپذیرند که کاری که میکنند نارواست، باز هم همون کار رو میکنند. در واقع روا و ناروا براشون یکسانه، ثواب و خطا براشون یکسانه. درباره خطا استقامت میکنند، البته استقامت دیگه اینجا صحیح نیست، درباره خطا پایداری میکنند. در راه کج، در راه نادرست، یعنی راهی که نادرستیش به خودشون معلوم شده، پافشاری میکنند. اینا پایداریشون، پافشاریشون من استقامت نیست. کسانی هستند در تاریخ ادیان که با اینکه میدانستن که بد میکنن، باز اون بد رو ادامه میدادن، برای که مبادا بهشون بگن که فلان کس برگشت، فلان کس شکست خورد، فلان کس توقف کرد، و این رو آر میدونستن، این رو ننگ میدونستن. به همین جهت به عنوان کلامی که از یکی از این قبیل اشخاص روایت شده است، میگفتن النار ولل آر، من به آتش میروم، آتش رو میپذیرم، ولی آر رو بر خودم هموار نمی کنم. یعنی بر فرض این که بدانم که میدانم که راهی که میروم مرا به سوی آتش میبرد، معذالک ننگ این رو که از این راه برگردم بر خودم هموار نمی کنم. اینجاست که پای لجاجه، پای ستیز جویی و ستیز خویی است، و به قول شاعر همین ستیزه است که سخن رو به جایی میرساند که ویران کند خاندان کهن. به این ترتیب وقتی تعریف استقامت معلوم شد و چگونگی تفاوت و امتیازش با سایر صفاتی که وجوه مشترکی به اون داشت روشن شد، عرض میکنیم که استقامت با این خصوصیات اگر در کسی نباشد، اگر در شخصی نباشد، اون شخص حق ندارد عنوان فضیلت رو به نحو دیگری به خودش اطلاق بکنه، چون فضایل گاهی متعدده و اصلا ظاهر لاعقل. مثلا یکی فرض فهمید که غیبت نمی کنه، به هیچ وجه غیبت مردم رو نمی کنه، بدگویی پشت سر مردم رو نمی کنه، البته فضیلت بزرگی است که داره. بنابراین مثلا در مقابل فرض بفرمید کار دیگری که میکنه که اون کار روانیست، مثلا در مقابل بادهی که میاش آمد، وقتی بو ایراد میگن که چرا این کار رو میکنی، فضیلت خودش رو میتواند در مقابل عرضه بکنن و بگوید که اگر این عیب من است، این حسن من است، من چنان کسی هستم که غیبت نمی کنم، بدگویی نمی کنم، پشت سر مردم بد نمی کنم. میشه بعضی از فضائل رو اختیار کرد و
به اون حتی افتخار کرد، مباهات کرد و اون رو به عنوان جبران فضایلی که ما نداریم در نظر گرفت و بر شما. اما استقامت از اون قبیل فضائل نیست که اگر نباشد بتوان جای اون رو به چیز دیگری داد. چرا اینطوره؟ به همین مناسبت که استقامت در مفهومش راست روی هست و کسی که راست رو نباشد، راست کردار نباشد، هیچ فضیلتی ندارد. همه ی فضائلش رذائله، در واقع اصل فضیلت رو فاقده. به همین جهت اصولا فاقد اخلاقه یه همچه کسی. پس ملازم فرمید که چگونه استقامه صفت اصلی، فضیلت اساسی انسان محسوب میشه، به شمار میره. انسان غیر مستقیم نمیتواند عنوان انسان متخلق، عنوان انسانی که میتواند خودش رو صاحب فضیلت بداند باشه. حالا ببینیم استقامتی که ما باید بورزیم در مقابل چیست؟ چرا اینقدر اهمیت داره؟ چرا اینقدر دشواره؟ برای اینکه موانع و عوائق برای اینکه ما رو از استقامت خارج کنه زیاد. و این عوائق هم عوائق درونی باطنی واقع در نهاد خودمون میتونه باشه و هم عوامل خارجی عارضی ظاهری مقاوم در مقابل ما از عالم طبیعت میتونه باشه یا از اجتماع بشری میتونه باشه. خلاصه هم از خارج میتواند موانعی پیش بیاد و استقامت رو سد کنه، برگردونه، و هم از داخل میتواند این موانع ناشی بشه، نشأت بگیره. و اصل مثل هر چیز دیگری در این مورد هم باطنه، داخل، یعنی درون انسان، نهاد انسان، خود انسان. اولین پایداری انسان در مقابل خود انسان باید باشه. خود شخص است که در مقابل خودش باید پایداری کنه. و دشوارتر از همه پایداری ها هم همین پایداریه. به همین جهت است که از امثال منصوب به حکم هندوان است که گفتم پهلوانان نام‌آور کسانی نیستند که صف می شکنند، دشمن می کشند، فتح می کنند، بلکه کسانی هستند که می توانند بر خودشون چیره شوند. چیره شدن بر خود یعنی پس زدن اون چه می تواند مانع ما باشد از پایداری در راهی که اون راه رو سعی می دونیم. یکی از دشوارترین کار هاست و کار اصلی و اساسی است. اگر این کار انجام بگیره، انسان از هیچ حمله ای، از هیچ لطمه ای، از هیچ صدمه ای میتونه باک نداشته باشه، به شرط اینکه از خودش مطمئن باشه، اطمینان از نفس پیدا بکنه. چون استقامت لازمش اطمینان به نفسه. ما اگر مطمئن به نفس نباشیم، نفس مطمئنه نداشته باشیم، نمیتونیم استقامت کنیم. اگر ادنا اضطرابی بر نفس ما حاکم باشه، اگر تردید بر ما مسلط باشه، نمیتونیم استقامت کنیم. اگر ضعف در مقابل هوا و هوس بر ما غالب بشه، یعنی در دست خودمون عاجز و زبون بدانیم اون گاهی که ما رو دعوت میکند به سوی جنبه جانوری وجود خودمون، استقامت منش از دست میده و اقسام ضعف مستولی میشه. اقسام ضعف در نفس خودمون، یعنی همون که به تعبیر صحیح اون رو ضعف نفس میگویند.
یعنی در واقع استقامت اول از ضعف نفس لطمه میخوره. خطاست اگر بگیم عوامل خارجی منو از میان برد، عوامل خارجی منو وادار کرد که مسیرم منحرف بشه، مسیرم دیگرگون بشه، تغییر پیدا بکنه. منکر تأثیر عوامل خارجی نیست، واقعیتیست. کسی که انکار میکند جاهل است. محیط خارجی مؤثر، بسیار هم مؤثر، اما در مقابل اون سدی، سپری به نام نفس مطمئنه انسان وجود داره، که البته نفس مطمئنه هم به حکم فطرت و هم به حکم تربیت باید به بلوغ خودش برسه، به حدی از کمال نسبی که میتواند نائل بشه و نائل بشه. وقتی در این مقام قرار گرفت، اطمینان حاصل کرد از خودش و از اون چه در خودشه، بسیار خوب میتواند به محیط خارج غالب بیاد، چون اون چه از محیط خارج میآید یا اموری است که مطابق هوا و هوس ماست، بنابراین خود ما اونها رو آوردیم، خود ما اونها رو کشوندیم، دعوت کردیم، فراخوندیم. یا اگر اموری است که مخالف اون چیزی است که ما می‌خواهیم و نمی‌خوایم تسلیمش بشیم، یک چیز دیگری باعث میشه که ما تسلیم بشیم، و اون عبارت است از این که بیش از حد ما پابسته به مال هستیم، بیش از حد پابسته به جاه هستیم، به مقام هستیم، بیش از حد پابسته به زن هستیم، یا اگر کسی زن باشه باید گفت بیش از حد پابسته به مرد است، بیش از حد پابسته به علایق است. همه اینها رو ببینید، بیش از حد باش همراه میکنیم. چرا؟ برای اینکه همه اینها در حد خودش که همون حال اعتدال میگوییم لازمه، و نه تنها باید نگه داشت بلکه باید حتی تقویت هم کرد. به همین جهت با همه اینهای کلم تعبیری بیش از حد همراه می شود، تا بگیم که اونجا که میگیم بیش از حد به مال پای بنده چه منظور داریم. کسی که بیش از حد به مال پای بند باشه نمیتونه استقامت بکنه، برای اینکه استقامت لازمش گذشته از ماله. عوامل خارجی که میاد، ما وقتی پایداری میکنیم، یکی از محسوس‌ترین لطمه هایی که ببینیم لطمه مالی و دلبستگی ما به مال مانع از این میشود که بتوانیم استقامت کنیم. و به همین سبب حمله هایی هم که میشود از خارج متوجه مال، متوجه دارایی ماست. چرا؟ برای اینکه این نقطه رو به عنوان نقطه‌ای که میشه در از اونجا حمله کرد و شخص رو به زانون در آورد تلقی میکنند. به همین جهت ما رو در وضعی قرار میدهند که لطمه مالی ببینیم، و چون این لطمه مالی سرایت میکنه به سایر جنبه های زندگی و اونها هم لطمه میزنه، از همین جا زانوهای ما سست میشه، از همین جا دلهای ما میلرزه و در همین جا قدمهای ما میلرزه. اگر این وابستگی به مال بیش از حد نباشد، انسان میتواند استقامت بکنه، برای که مال در حال اعتدال رو که برای گذران معاش لازمه همیشه در هر وضعی میشود به دست آورد. و اون مالی که باعث زوال استقامته همون مالیست که از حد اعتدال خارجه و انسان به اون پای بسته است، و همون را که لطمه میخوره، همون را که صدمه میخوره. این است که معمولاً به کسانی که باید به استقامت زندگی کنند سفارش می شود که خود را سبک بار نگه دارند، خود را سبک بال نگه دارند، با بار سنگین پایدار موندن و راست رفتن در راه آسان نیست، بلکه بسیار دشوار و بسیار گران به دست می آید. بنابراین سبکباری از لحاظ اموال از لوازم این است که ما بتوانیم استقامت بکنیم. اگر هم بار من سنگین باشد، لااقل سبکبالی از این لحاظ که
علاقه من به اون مال سنگین بیش از حد نباشه، یعنی رفت از دستم رفت، اشکال نداره باشه، هرچی بیشتر میخواد باشه، اما دلبستگی اینقدر نباشد که از دست دادنش ناراحتمون بکنه، از دست دادنش معذبمون بکنه و برای فرار از این عذاب استقامتمون دچار اشکال بشه. یکی دیگه از این اقسام لطمه هایی که ممکنه متوجه استقامت ما بشه، لطمه ایست از طریق جان، که البته امر طبیعی است، امر غریزی است، برخلاف دلبستگی به مال. اما وقتی در مقابل ارزش های انسانی قرار میگیره، میبینیم خود انسان رو در وضعی قرار میده که یه چیزهای دیگری بیش از جان، بیش از زندگی براش اهمیت پیدا میکنه و در همین جاست که انسان انسان میشود، انسان خودش رو انسان میداند. چون حیوانی که فقط جان خودش رو گرامی میشمرد و اون چه براش عزیز بود، اون چه براش معنی داشت و مفهوم داشت جانش بود، به مقامی رسید، در مقامی قرار گرفت، در موقفی قرار گرفت که گفت من موجودی هستم که جان من، زندگی من، همه چیز من نیست، بلکه به جایی میرسم که از جان میگذرم، از زندگی میگذرم. و این گذشتم البته مراحل داره، مراتب داره، از کوچکترین لطمه هایی که ممکنه به سلامت انسان، به صحت انسان بخورد، یا به نشاط انسان بخورد، یا به تعادل مزاج انسان بخورد شروع میشود، تا به جایی میرسد که ممکنه این لطمه اساس حیات را از بین ببرد و باعث مرگ بشه. البته کار سختی است، کار خطیری است، کار دشواری است، چون عرض کردم دلبستگی به جان امر طبیعی است، امر غلیظی است، اما دلبستگی به مال یه امر عارضی تصنعی است. به طور غریزی انسان جانشو میخواد آخرین چیزی باشه که نگهش میداره، اگرچه بعضی اینقدر منحرف شدن از طریق اعتدال که حتی برای نگه داشتن مالشون که عرض کردم علاقه به امر طبیعی نیست، حاضرن جانشون رو از دست بدن. البته نه به عنوان مقاومتی که حکایت از شهامت داشته باشه در مقابل حمله دزد و راهزن امثالو، بلکه به عناوین دیگر، مثلا حاضر از مرض بمیره ولی خرج معالجهشو نپردازه و امثال این مدار. معذالک اصل این است که دلبستگی به جان امر طبیعی است، دلبستگی به زندگی امر غریزی است، نمیشه کنارش نهاد، نمیشه از اون صرف نظر کرد. پس عاملی که انسان رو به جایی میرساند که از جانش صرف نظر میکنه، از حیاتش صرف نظر میکنه، یه عامل بسیار قوی باید باشه. و این عامل بسیار قوی وقتی به میان آمد، یعنی انسان در مقامی گرفت که گذشته از جان براش آسان شد، خیلی از مشکلات هم آسان میشود. یعنی کسی حاضر بشه بعد از جان خودش بگذرد، از خیلی از چیزهای دیگر هم میتواند در امان بمانه. حتی خود همون جانش هم وقتی آماده برای گذشتن از جانه، گاهی میتواند در امان بمانه. یعنی بسیاری از مرگ ها از خود ترس ناشی میشه. وقتی ما نترسیم از اینکه جانمون رو بگیرند، اصلا ممکنه نگیرند، چون گرفتن جان کار آسانی نیست و اغلب عنوان می شود بدون اینکه تحقق پیدا بکند. صرف همون عنوان شدن باعث می شود که انسان توهم برش دارد، توهمی که خودش بزرگترین بلای زندگی و آفت و نکبت حیات. معذالک این رو به این قصد نمی گیم، در این نکته هم باید این دقت رو کرد که ما در واقع یک نوع لافزنی بکنیم
بگی من از جانم نمی ترسم برای اینکه خطر بگذره، و حال اون که اگر جدی بشه، یعنی بدانیم که واقعا جان در خطر خواهد بود، بترسیم ترس آرز بشه. این خلاف صداقته. اون چی گفته شد به این عنوان بود که در واقع بعضی از اوقات اینطور پیش میاد، اونم در صورتی پیش میاد که انسان صدیق باشه و صمیمی باشه. یعنی وقتی میگه از جانم میگذرم و باک ندارم، صدیق باشه در این کار. همون صدیق بودنش گاهی باعث نجات جانش هم حتی میشه. یعنی وقتی احساس شد که صدیق است، به همین سبب حمله ها کند میشود، راهش رو عوض میکنه. صدیق است در چی؟ در این که از جانم میگذرم، در این که ترک زندگی میگویم، در این که حیاتم رو از دست میدم. پس باز برگشتیم به اینجا که بگیم صداقت تا چند اندازه با استقامت همراه است، و راست روی تا چند اندازه لازمه پایداری است. برای اهل بها احتیاجی برای اینکه مثال بیاریم برای کسانی که جانشون گذاشتن نداریم، برای اینکه هر کسی در خانواده خودش دیده، اگر در خانواده خودش ندیده در شهر خودش دیده، اگر در شهر خودش ندیده در ولایت خودش دیده. ما چندین ده هزار نفر شهید رو دادیم در همین راه که استقامت کردیم برای حفظ عقیده‌ای که اون رو درست می‌دونستیم، و رفتن در همون راه رو راه راست می‌دونستیم. و این استقامت رو نشون دادیم و هنوز هم نشون میدیم، بعد از این هم نشون خواهیم داد. این تغییر وضع، هیچ گونه تغییری در استقامت ما به وجود نخواهد آمد. البته وقتی میگیم اهل بها، جمله جامعه بهایی رو از لحاظ یک مجموعه کامل و واحد و مرتبط در نظر میگیریم. ضعف‌های ناس در بین همه جماعات میتوانند پیدا بشوند، که الحمدلله در بین اهل بها این ضعف‌ها هم بسیار قلیل بودند، بسیار نادر بودند. یکی دیگه از این موانع و عوائق که ممکن از خارج بیاد و باعث این بشود که استقامت لطمه بخوره، جاه، حب جاه، حب مقام. یعنی انسان برای رسیدن به مقامی که میخواد، یا برای نگه داشتن مقامی که دارد، بخواد احتیاط بکنه. احتیاط نگیم، چون احتیاط خوبه. بخواد قبول ضعف نفس بکنه، یعنی از استقامت منحرف بشه. گاهی هم این عامل باعث این کار میشه، دلبستگی به جاه، دلبستگی به مقام، که اصلا ممکنه مالی هم باشم راه نباشه، حتی ممکنه جان را به خطر بیندازه. کسانی هستن که جاه رو بر مال ترجیح میدن، حتی بر جان هم ترجیح میدن. مرا آر باشتر از اون زندگی که سالار باشم کنم بندگی. میخوام همیشه سالار باشم، ولو برای حفظ سالاری زندگی رو هم از دست بدن. البته در بعضی از موارد، در بعضی از حماسه ها، این امر یه جنبه قهرمانی پیدا میکنه. چرا؟ برای اینکه ارتباط با موقعی داره که قدرت که جاه نشوندهنده آنه، اصل فضیلت محسوب میشده. حکمرانی، فرماندهی از جمله مزایای بشریت به وجود میامده. در واقع فضایل دیگری مثل علم، مثل صداقت، مثل حکمت، مثل عفت، به اون اندازه که قدرت ارزش داشته است، ارزش نداشته. به همین جهت ببینید شما سراسر حماسه های پهلوانان قدیم حکایت از این میکند که برای اینکه قدرت رو حفظ بکنند همه چیز رو فدا کردند. و قدرت نه به معنی قدرت معنوی برای حفظ جنبه معنوی حیات، که البته همیشه ممدوحه،
بلکه به عنوان قدرت ظاهری به قصد فرماندهی بر مردم، که همون رو ما تعبیر محب جاه میکنیم که باز یکی از آفات استقامت. یعنی پیش میاد که انسان راهی رو که میرود راه راست میداند و قبول دارد که باید در اون راه راست پایدار باشد، منتها خودش رو در وضعی میبینه که ناپایداری او در اون راه راست ممکنه مقامش رو حفظ بکنه، ممکنه جاهش رو حفظ بکنه، به همین جهت سست میشه، به همین جهت لرزان و لغزان میشه. اینها برایش پیش میاد، از بینش میبره. که البته با کمی تأمل، با کمی تفکر ما پی میبریم که جاه چنان چیزی نیست که بتواند ما رو از لحاظ انسانی طوری پایبند بکنه که همه چیز رو فدای اون بکنیم. مال هم چنان چیزی نیست که وقتی بیش از حد اعتدال بود بتواند استقامت ما رو به هم بزنه. یعنی میتواند، این قدرت رو دارد. منظورم از این که چیزی نیست که بتواند این است که نباید اینطور باشه، ولی اون که در واقع گاهی اینطور هست، منتها نباید اینطور باشه، نباید بتونه به هم بزنه، نباید بتونه از بیان ببره. اما در مورد جان و در مورد زندگی کار مزاح نیست، کار به جده. برای اینکه عرض کردم علاقه طبیعی، علاقه غریزی. اونجا که انسان جان از کف میدهد، اونجا که انسان زندگی رو به زمین مینهد، اونجا یه عامل قوی قاهر قادر دیگری لازمه، یه چیزهای دیگری رو لازم است بر نظر او والا بکنه و ارزش برسونه که باعث خار داشتن جان بشد، باعث حقیر شمردن زندگی بشد. و در همین جاست که گذشته از جان یک نوع نشانه حقانیت همیشه تلقی شده در هر راهی. یعنی در واقع کسی که در راهی می رود و در اون راه به راستی می رود، یعنی راه رو به راستی قبول کرده است و می رود و پایدار می ماند، اگر به جایی برسد که لازمه این پایدار موندن و راست رفتن از دست دادن جان باشه و او ابا نکند، او امتناع نکند، دلیل حقانیت او در ادعای خودشه. دلیل این است که ارزش والایی در نظر او اعتبار پیدا کرده که جان رو در نظرش کاهش داده، جان رو در نظرش خار و بیمقدار کرده، جان رو در نظرش همراه نقصان کرده. البته یک همچه استقامتی نشانه صدق ادعاست. هر ادعایی که انسان در راه اون استقامت میکنه، یعنی اگر این ادعا وطن پرستی است، کسی که جان در راه وطن از دست میده اثبات میکنه به این ترتیب در ادعای خودش نسبت وطن پرستی بر حق. اگر این ادعا انسان دوستی است، کسی که جانش در راه انسانیت نثار میکنه با همین نثار کردن جان اثبات میکند که در ادعای انسان دوستی بر حق. و اگر این ادعا، یعنی اگر این استقامت به صورت از دست دادن جان در راه اعتقاد دینی است، که اون اعتقاد دینی با هیچ گونه تحصیل مال و امید جاه هم همراه نیست، اونم نشانه حقانیت ادعای اون شخص در اعتقاد به اون دیانت. عرض کردم گذشت از جانی که همراه با هیچ گونه توقع منفعت و مصلحت دیگر از این قبیل که من جانم رو به خطر میاندازم برای اینکه مالم حفظ بشه، جانم رو به خطر میاندازم برای اینکه جاهم حفظ بشه، حتی مالم رو به خطر میاندازم برای اینکه نامم حفظ بشه،
و ضمناً شاید هم از این خطر خودم رها بشوم و سالم بجهم، چون اغلب مخاطره ها از این قبیله، اغلب به خطر انداختن ها از این قبیله که انسان به خطر می اندازد با این ریسک که ممکنه و شاید احتمال قوی میده در همون حال که جان از دست ندهد و مطلوب به دست بیاد، با این شایبه هم گاهی مشوب می شود. وقتی با هیچ کدام از این شوائب مشوب نشود، اون وقت صرف معلوم می شود که این شخص که جان از دست می دهد و استقامت می کند، نظرش به افق دورتری دوخته شد، یه چیزهای دیگری رو فراتر از زندگی ظاهری مادی می بیند، توجهش به ایدال هاییست که اون ایدال ها براش حقانیت داره، اون ایدال ها براش ارزش داره، قدر و قیمت داره. به همین جهت است که نشانه اثبات صحت ادعا میتونه باشه همچه استقامتی. در کتاب مصطاب ایقان در اواخر این کتاب میدانید ادله یا برنان برای اثبات حقانیت حضرت نخبه اولا در امر مبارک خودشون، و از جمله این دلایل استقامت اون جمال ازلی رو بر عملی که ادعا کردن ذکر می فرمد و در باری استقامت داده سخن می دهن. چون می دانید حضرت باب 6 سال در مقابل همه بلایا و مصائب استقامت، نصیحت زیاد به او کردن، دعوت و دلالت زیاد از او کردن، هدایت زیاد کردن، وعد و وعید زیاد دادن، معذالک بر همون حالی که بود استقامت کرد، همون طوری که همه انبیا و اصفیا و اولیا چنین بودن. دست خط هایی از ناصرالدین شاه به دست آمده است که به خط خودش می نویسد و حکایت می کند از این که البته در زمان سلطنت خودش در تهران، وقتی یه بابی رو گرفته بودن و گزارش داده بودن که یه بابی گرفتیم، البته دوره بهاییت بود، منتها هنوز به اقتضای اوایل امر مردم بهایی رو بابی میگفتن، یه بابی گرفتیم، در زیر با دست خط شاهانه این طور مبشح میفرمایند این عریضه رو اعلی حضرت ناصرالدین شاه که از گرفتن بابی خوشم آمد، خوب نگهداری که در نرود. البته این کلمات نیست ولی مدلولش همینه. بعد اون وقت دستور میدهد که این شخص رو بیاورید، صحبت کنید باش و این سوالها رو از او بکنید. یک سلسله سوالات مطرح میکنه، حالا در ذیل همون عریضه و با همون دستخط یا در ذیل عریضه دیگری مربوط به همین مطلب با دستخط دیگر، درست فعلا در این مجلس یادم نیست چون با توجه به یادداشت عرض نمی‌کنم عریضم رو، میگه این سوالات رو، یعنی می‌نویسه به خط خودش که این سوالات از این بابی بکنید. از جمله حکایت از این می‌کند که من که در تبریز بودم و ولیعهد بودم، میرزا علی محمد باب رو به حضور من آوردن و در حضور من محاکمه کردن و در اونجا به صراحت دعوی مهدویت کرد، به صراحت دعوی شارعیت کرد. و بعد دلایل دیگری هم میاره، یعنی سوالات دیگری مطرح میکنه که اون سوالات هنوز هم مطرحه برای کسانی که در رد دیانت بهایی حرف میزنن یا چیزی نمیزن. منظورم اقرار خود شاه هست به یاد زمان ولایت عهد خودش و از مجلسی که با حضرت باب مواجه شده و صراحتا نگاهی از این میکند که در دعوی مهدویت خودش مستقیم بود. استقامت او رو بنده از قول دشمن شاهد میارم. دشمن وقتی میگم باز رو عذر میخوام از این تعبیر، ما دشمن نداریم، کسانی خودشون دشمن ما میدانند، به این معنی می از قول دشمن شاهد میارم، برای اینکه همیشه قول مدعی، قول دشمن بیشتر حجته
برای اثبات صحت حرف مخالف خودش. یه مخالف دیگر امر رو هم به میون بیاریم و اون زعیم الدوله است. زعیم الدوله کسی است که کتابی در رد امر بهایی نوشته و از اولین کتاب هاست کتاب او که در این باره نوشتن و به نام مفتاح و باب الابواب منتشر کرده است این کتاب رو. کتاب خوندنی است البته، از لحاظ های بسیار فواید بسیار داره در نشون دادن این که مخالفین امر چگونه خواستن امر بهایی رو تلقی بکنن و به زعم خودشون لطمه بر امر بهایی بزنن، ولی با همون طرز تلقی امر بهایی رو کمک کردن، امر بهایی رو مایه رسوندن. از جمله به بعضی از پیشگویی های کتاب مصحف اقدس اشاره می کند در این کتاب، در مورد بعضی از ممالک اروپایی و سرنوشت دولت های اروپایی. به قول خودش برای اینکه نشون بدهد که کتاب اقدس به نحو چه کسانی یا به ضرر چه کسانی سخن گفته. تا بعد که جنگ بین امیرعلی اول واقع می شود و اون پیشگویی ها صدق پیدا می کنه، اون وقت است که خود همین کتاب که به قلم مدعی نوشته شده و قلم مخالف نوشته شده اثبات حقانیت جمال اقدس ابهار می کند بر نبوت خودش. از موضوع پرت نشویم، زیاد حاشیه نرویم، برگردیم به اصل مطلب و اون این است که همین زعیم الدوله در همین مفتاح و باب الابواب تصدیق می کند که حضرت باب بر ادعای خودش کمال استقامت رو داشت و هرگز به هیچ وجه در هیچ باب از اون چه می خواست، از امری که به اون دعوت می کرد و امر بسیار خطیری بود که پشت کوه رو می لرزانید، انحراف نجست. یکی از فرزندان، یکی از علمایی که فتوای قتل حضرت باب رو صادر کرد، فتوای شهادت حضرت باب رو صادر کرد، در رساله‌ای که نوشته به صراحت حکایت از این کرده است که حضرت باب به هیچ وجه در مقابل توبه‌ای که خواستن به او بدهن حاضر و تسلیم نشد و کماکان خودش رو مدعی همون مقامی دانست که از ابتدا می دانست. به همین جهت است که حضرت بهاءالله می فرمایند یکی از دلایل اثبات صحت ادعای اون حضرت استقامت اون جمال عزلی است بر امر مبارک خودش. البته مدلول کلام اینه، در کتاب ایقان می توانید اصلش رو بخوانید. و در همین جاست که به دو آیه از آیات قرآن استناد می فرمایند درباره دلیلیت استقامت، و استناد به این دایره هم با یکی از احادیث نبوی همراه میکنن. نقل میکنن که پیغمبر اکرم فرمود شیبت نل آیتان، دو آیه بود در قرآن که منو پیر کرد، یعنی اینقدر بزرگ بود، اینقدر مهم بود، اینقدر من غم این دعای رو میخوردم، اینقدر بار بر دوش من رو سنگین میکرد که منو پیر کرد، من از پا انداخت. علیاذ بالله، بسیار به تعبیر ظاهری میگیم و الا مظهر امر الهی هرگز از پا نمیفت. و دلیل بر استقامت هم همین است، معنی استقامت هم همین است که ایش وقت از پای نیفت. شیبتن الآیت ها، اون دعایه چیست؟ اون دعایه یکی این است که میفرماید فستقم کما امرت، استقامت کن چنان که امر شدی، استقامت کن در امری که به اون مأمور شدی. و یکی دیگر این آیه الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائکه، کسانی که میگویند پروردگار ما خداست و از اون پس استقامت میکنند، اونها هستند که فرشتگان رحمت برشون نازل میشن. یعنی اونها هستن که ارتباط غیبی معنوی از دلهای اونها به عالم ملکوت گشوده میشن.
چون اصولا صرف ادعا، صرف تفوه به این که من مؤمنم اگر کفایت میکرد که بسیاری از امور همیشه هموار و آسان میگذشت. چون کفایت نمی کند، به همین جهت استقامت شرط صحت ایمان جلوه می کند و همینطور هم هست. خدا تحذیر کرده مردم را از این که مبادا خیال کنند که همین قطعی گفتن ایمان آوردین دیگه در معرض افتتان قرار نمی گیرن. تازه اول مرحله صحت ما در ادعای ایمان مقابله ماست، مواجهه ماست با حوادثی که این ایمان رو به خطر میاد. به این ایمان حمله ور میشود، به این ایمان رد نمیشود و در همین جاست که ما باید نشون بدهیم که پای داریم. در چی پای داریم؟ در راهی که راه راستون رو دانستیم، یعنی در خط مستقیم هستیم. باشون در خط مستقیم هستیم، هیچ عاملی نمیتواند ما رو معوج بکند یا منحرف بکند. همه امور، همه حقایق در عالم با استقامت پیش رفته، از جمله اونها دیانت بهایی. دیانت بهایی صرف نظر از عامل باطنی و غیبی پیشرفت اون که اراده الهی باشد، بر اثر ظاهر و جزء علل و اسباب این جهانی که میتونیم برای اون برشماریم و با اینکه این جهانی است ارتباط با اون جهان داره، یعنی ارتباط با تعلق ما با اون جهان داره، از جمله این اسباب ظاهری مهمترینش استقامت افراد احبا بوده و این صراط مستقیم. برای اینکه هیچ وقت جامعه بهایی در محیط آزاد و آسوده نزیست، در محیطی که او رو رها کنن به حال خودش نزیست و نمیتوانسته است در چنین محیطی بزید، برای اینکه اصلا مخالف بوده با اون چه او میخواسته. چون در محیطی میتوان به حال خود رها شد که نشان از تعصب درش نباشه و ما در جهانی زندگی میکنیم که غرقه تعصباته و دیانت بهایی از جمله اصول روحانی و مبادی حقیقیش یکی هم رفع تعصباته. یعنی وقتی میگیم دیانت بهایی برای چی ظاهر شده، میگیم برای برقرار کردن این تعالیم روحانی. از جمله این تعالیم روحانی یکی رفع تعصبات، ترک تعصبات. کدوم تعصب؟ هر نوع تعصب، تعصب دینی، تعصب نژادی، تعصب قومی، هر نوع تعصب که توانید برشمارید که اسمشو بشود تعصب گذاشت، نه غیرت و حمیت که لازمه بشریت. یعنی جنبه منفی توأم با کجروی افراطی مغرون به پیش داوری باشه. دنیا دنیای تعصباته و مرام دیانت بهایی ازاله این تعصباته، از میون بردن این تعصباته. تبلیغی که دیانت بهایی کرده برای این بوده است که تعصب را از میون ببره، تعصب نژادی رو از بیان ببر. یعنی در این حال که انسان به نژاد خودش پای بنده، نژادهای دیگر رو تأخیر نکنه. تعصب ملی ناسیونالیستی افراطی از اون جمله که امثال نازی ها و فاشیست ها داشتن از بین ببره. یعنی به این صورت که انسان در این حال که به ملیت خودش پای بنده، ملیتهای دیگران رو تأخیر نکنه. تعصب اعتقادی رو از بین ببره، تعصب دینی رو، یعنی به این عنوان که من این دین رو دارم و البته باید داشته باشم، تصحیح میدونم و البته شرط غیرت و همیت این است که این دین رو به بهای جان خودم حفظ بکنم، اما بدانم که اون چه حفظ میکنم
همان است که صحیح می‌دانم، همان است که داوری من در باره اون از روی تعقل و تحقیق بوده و مستلزم این که عقاید دیگران رو هم تحقیر بکنم یا از اونها متنفر باشم یا منفور باشه اون عقاید برای من نیست. یعنی محبوب بودن اعتقاد خودم لازمش منفور بودن عقاید دیگران در نظر من نیست. ما برای ترک همچو تعصباتی قیام کردیم، البته قیام روحانی و معنوی از راه تربیت اخلاقی و ارشاد روحانی در سراسر جهان. بنابراین ما دام که تعصب در دنیا هست و ما میخواییم با تعصب مبارزه کنیم، ما نمیتونیم خودمون رو رها شده، آزاد افتاده و در ناز و نعمت رو رفته بدونیم. برای اینکه جهت وجودی ما این است که تا تعصب هست ما آرام نگیریم و آرام هم نمیگیریم، و البته برای اینکه آرام نگیریم لازم است که استقامت داشته باشیم، و این استقامت رو هم همیشه داشتیم، حالا هم داریم، بعد از اینم خواهیم داشت. و مواردی که ما در اون به امتحان افتاده ایم و لازمش این بوده که استقامت مون رو نشون بدهیم، یکی و دوتا و ستا و چهارتا نبوده، بسیار متعدد بوده، خیلی زیاد بوده، از هر قبیل فشار و آزار و اصرار از بدل ظهور دیانت بهایی در این 36 سال بر ما وارد شده. قتل بوده، زجر بوده، حبس بوده، نفی بوده، حق ناموس بوده، ازاله حیثیت بوده، تهمت بوده، افترا بوده، همه اینها بوده. معذالک همه اینها برای ما در حکم هیچ بوده. البته نمیتونیم بگیم هیچ، این اغراقه، به حساب آمده. اما چگونه به حساب آمده؟ به این ترتیب به حساب آمده که ما گفتیم اینها هست، ولی ما هم در مقابل اینها هستیم. بنابراین از راه استقامتی که نشون میدیم و با حکمت عملی که به کار میبریم باید سعی کنیم در میان عوامل مخالف، عوامل مقاوم به هستی خودمون ادامه بدهیم. و لازمه این امر این است که اثبات بکنیم به عوامل مخالف که ما مخالف اونها نیست. البته این استقامت میخواد، همین خودش استقامت میخواد، به طوری که اثبات بشود که چهره ما رو بد رسم کردن، چون قلم در کف دوستمون نبوده. چهره خودمون رو نشون بدیم، از نشون دادن چهره اصلی و حقیقی خودمون باک نداشته باشیم، و در همین مورد فقط باید استقامت کنیم. یعنی استقامتی ما میخواییم در اینجا منظور و مطلوب ماست همین استقامت. استقامت کنیم برای اینکه پرده ها به یک سو برود و چهره راستین ما پدید بیاید، تا عوامل مخالف و مقاوم و معارض که همیشه هم سوء نیت ندارن بدانن که چهره ما چیست و بدانن که ما اون نیست می پنداشتن. امید و موفقیت.